به نام خدا. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال سید وید. امروز با شما هستیم با یه داستان شگفت انگیز از زندگی آلفرد نوبل. قبل از شروع ویدیو لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو بزنید تا بلافاصله بعد از آپلود ویدیو خبردار بشید. آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادر بزرگش لودویگ فوت شد، روزنامه‌ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است. آلفرد وقتی صبح روزنامه‌ها را می‌خواند، با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد. آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مرگ‌آورترین سلاح بشری، مرد. آلفرد خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد آیا خوب است که من را بعد از مرگ این گونه بشناسند؟ سریع وصیت‌نامه‌اش را آورد و جمله‌های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح‌آمیز شود. امروزه نوبل را نه به نام دینامیت بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، جایزه‌های فیزیک و شیمی نوبل و غیره می‌شناسیم. او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.